سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز به حکم سوراخ کردن گوش نوزادان، چه دختر و چه پسر در اسلام اشاره میکنیم. ممنون که امروز هم به کانال نیایش سر زدین و با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنین. اگر از برنامه های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه هامون قرار بگیرین. یکی از مستحباتی که برای روز هفتم ولادت بچه نقل شده سوراخ کردن گوش است. روایتی است که در این باره نقل شده دو دست است. در برخی از روایات سفارش به سوراخ کردن گوش پسر بچه شده است و در برخی از آنها تنها لفظ مولود یا فرزند متولد شده آمده که شامل دختر و پسر می شود. امام صادق علیه السلام فرمود برای مولود یا فرزند متولد شده عقیقه کنند و گوش او را سوراخ کنند. امام رضا علیه السلام نیز می‌فرمایند وقتی حسن ابن علی علیه السلام متولد شد، جبرائیل علیه السلام روز هفتم برای تبریک گفتن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و به ایشان فرمان داد که نام و کنیه بر او بگذارد و سرش را بتراشد و عقیقه کند و گوشش را سوراخ بنماید. همین گونه بود. هنگامی که حسین علیه السلام متولد شد، روز هفتم نزد ایشان آمد و به همان شکل فرمان داد. فقهای شیعه با توجه به هر دو دسته از روایات گفتند در روز هفتم تولد نوزاد، دختر یا پسر مستحب است گوش او را سوراخ کند. و علاوه بر روایات عنوان شده، دلیل دیگرشان بر این مطلب اجماع و اتفاق نظر فقها و نیز سیره مستمر است. روایاتی نیز وجود دارد که نشانگر آن است که بانوان در ابتدای اسلام گوشواره داشته و با ممانعت پیشوایان دینی مواجه نشدند، بلکه حد اکثر توصیه شده که آنها را از دید نامحرمان دور نگه دارند. خلاصه اینکه اگر بر فرض سوراخ کردن گوش دختران مستحب نباشد، حداقل کار مباحی است و جایز می باشد. یکی از مستحباتی که برای لواحق احکام ولادت در روز هفتم واقع شده است، سوراخ کردن گوش بچه است. جواهر نسبت به این مطلب می فرماید و اما سخب الازن فلا خلاف و اجده استجابه بالاجماع به قسمه علیه مضافن الى سیرت مستمرت و الى نصوص. می فرمایند نسبت به سوراخ کردن گوش علمای شیعه با آن مخالفت نکردند، بلکه هم اجماع محصل و منقول بر این مطلب داریم، همچنین سیره مستمر این کار بوده است و همچنین روایات دال بر این است و اشکال عامه که میگویند بچه اذیت می شود اجتهاد در مقابل نص است. از جمله این روایات این گونه است: عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ثقب اذن الغلام من السنه و ختانه لسبعه ایام من السنه. راوی میگوید امام صادق علیه السلام فرمودند سوراخ کردن گوش بچه از سنت است و ختنه کردن او در روز هفتم ولادت هم از سنت است. عن سکونی قال قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم یا فاطمتون قبی اذنی حسن و حسین علیه السلام خلافند الیهود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای فاطمه، دو گوش حسن و حسین را سوراخ کن برخلاف یهود که این را کار را نمی کردند. و روایات دیگری که به این مضمون است، در بعضی از روایات آمده است که جبرائیل به پیامبر عرض کرد که به حضرت زهرا بگو که دو گوش حسین را سوراخ کند. به این ترتیب امر جبرائیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ثقب شمحت الاذن الیمنی من الحسین علیه السلام و علی اذنهما یسرا
في الأعلى أذن في القرط في اليمن وشنف في اليسر. جبرائیل به پیامبر عرض کرد که دستور بدهید هر دو گوش حسین را سوراخ کنند. در گوش راست پایین گوش سوراخ شود و در گوش چپ بالای گوش سوراخ شود و بعد از سوراخ شدن در گوش راست چیزی به نام قرط قرار دهند و در گوش چپ شنف قرار دهند. لسان العرب این گونه معنا می کند. شنف چیزی است که در بالای گوش آویزان می شود و زیوری که در پایین گوش آویخته می شود قرط نام دارد. پس یکی از مستحبات روز هفتم سوراخ کردن گوش فرزند است. مختار ما این است که سوراخ کردن گوش دختر و پسر مستحب است. برای جلوگیری از عفونت گوش در هنگام سوراخ کردن رعایت اصول بهداشتی ضروری است. برای این کار ابتدا باید محل مورد نظر با الکل یا بتادین ضد عفونی کنید و پس از ایجاد سوراخ نخ ابریشمی را از گوش عبور دهید و پس از اینکه موضع مورد نظر به خوبی ترمیم شد با خارج کردن نخ گوشواره را جایگزین کنید. همچنین می توانید از همان ابتدا گوشواره را داخل گوش قرار دهید. در ادامه به پرسش و پاسخی در این باره اشاره می کنیم. درباره اینکه پدری به دخترش اجازه گوشواره انداختن نمی دهد و متنفر از سوراخ کردن گوش می باشد چه باید کرد؟ آیا واجب است یا مستحب است که دختران گوشواره بیاندازد؟ پاسخ این است که به گوش انداختن گوشواره واجب نیست، ولی خانم ها برای زیبا شدن از این گونه آلات زینتی استفاده می کنند. زینت کردن زن برای شوهرش مستحب است و در چنین شرایطی که پدر از سوراخ کردن گوش امتناع می ورزد می توانند فعلا گوش را سوراخ نکنند تا بعدن که خود دختر بزرگ شد به این کار اقدام کند. سوال دیگر این است که آیا سوراخ کردن چند جا از گوش ها و بینی برای آویزان کردن زیورآلات برای زنان جایز است؟ پاسخ این است که سوراخ کردن گوش به اتفاق جایز است، به شرطی که افراط نباشد. در مورد بینی هم قائل به جواز شدند.